موضوع امشب ما در مورد مهربانی است. مهربانی بزرگترین محبتی که خداوند در ما قرار داده. ما ایرانی ها به طور کلی در مهربانی و مهمان نوازی کردن و محبت کردن به مهمان زبان زد عام و خاصی. بله، یعنی مهمون خارجی تحویل میگیریم 50 کیلو، دو هفته بعد در حالی که 150 کیلوه با زانو کمرش رو فشار میدیم تا از گیت فرودگاه رد شه. کلیه مهمانان خارجی هم موظفن وقتی ازشون پرسیده میشه از چه چیز ایران بیشتر خوشت اومده، میگه چلو کباب. اگه بگن تخت جمشید، سیوسه پل، سواحل زیبای خزر، میگه نه ولش کن، سلطانی با زرد تخم مرغ ایرانو خوردی؟ یا دکتر هزار بار سفارش کرده که پدر بزرگ فقط باید کدوی له شده بخوره بدون نمک، اما نوه مهربانش هرگز حاضر نیست چنین ظلمی در حق پدر بزرگش بکنه. اینه که دیس باقالی پلو رو میذاره جلو بابا بزرگش، یه خروار گوشتم میریزه روش، بعد ببین چقدر این بچه مهربونه که با دبه روغن کرمونشایی دور سفره میچرخه از بالا سر پدر بزرگ قلمبه قلمبه روغن ول میکنه وسط دیس. بعد از ظهر که میشه میان میگن فلانی هر چی به بابا بزرگ میگیم بلند شو بستنی تو بخور، چشاشو باز نمیکنه. بعد اون یکی میگه الهی بمیرم، دیدم امروز از صبح همچین گیج خواب بود، به جای بستنی ژله بذارید رو زبونش، خودش لیز میخوره میره پایین. همین نوه مهربان 3 روز بعد وسط مراسم ختم پدر بزرگ مشت میکوبه به سینش، میگه میدونی دلم از چی میسوزه؟ از این میسوزه که عمرش به فسنجون با مرغابی جمعه نبود. یه مدل دیگه هم مهمون نوازی به شدت مهربانانه داری که نمیذاریم مهمون بره. مهمون دم در زجه میزنه که بچه کوچیکم خونه است، نمیتونم شب تنهاش بذارم. میگیم زنگ بزن اونم بیاد. میگه کلید پارکینگ دست منه، اگه نباشم همه همسایه ها میمونن پشت در، میگه همه اونا رو هم بگو بیاد. حتی گاهی کار به جایی میرسه که مهمان داره نفرین میکنه به میزبان، از اون ور میزبان میگه حرف دهنتو بفهم، همش خودتی، باید شب بمونی. خلاصه که مردم چنین مهمان نوازی هستیم ماها. چه کار قشنگیه این دیوارهای مهربانی که اخیراً مد شده، دیدین دیگه همه. یه بندرختیست با چند تا قلاب آویزون میکنن به دیوار که هر کی هر چی نیاز نداره بذاره اونجا، هر کی هر چی نیاز داره بیاد سی برداره. خیلی کار زیباییست واقعا. حالا یارو خیلی با اعتماد به نفس تایتانیکشو پارک میکنه، پیاده میشه، یه دمکنی پاره ور میداره میره. لابد نیاز داره. دیدم که میگم. یکی از دوستان ما داوطلبانه دیوار رو به خیابون خونه‌شو تبدیل به دیوار مهربانی کرد.
تا شاید نقش کوچکی در این حرکت خیرخواهانه داشته باشه. بنابر اظهارات شاهدان عینی، در همون شب اول نه تنها هرچه روی دیوار بود رو بردن، بند رخت و قلاب ها رو هم کندن بردن. به هر حال ممکنه بعضیا به بند رخت و قلاب هم نیاز داشته باشن. شب دوم شبونه اومدن با بیل و کلنگ دیوار رو کلن کندن و بردن. احتمالاً دیوار نداشتن، به دیوار نیاز داشتن، سوز می اومده، نیاز داشتن به دیوار. به گفته این دوست عزیزمو در شب سوم عده‌ای از فقدان دیوار استفاده کردن، موزاییک های کف حیاط و گلدون های اون خونه رو بردن. الان از کردستان که وارد ملا صدرا میشین، اگه دقت کنین اتاق پذیرایی خونه یارو رو برای اتوبان میتونید ببینید. دو تا صندلی مونده، یه رادیوی دو موج با یه پتو. معمولا هم اونجا دعواست، یه عده سر پتو رو گرفتن دارن میکشن، میگن خودت گفتی نیاز داری بردار. از اون طرف اینا میکشن میگن پتو رو نبرین، شبا خیلی سرد میشه، برو یه سیب تو حموم قایم کردم اونو بخور، به امید روزی که کلن واقعا هیچ نیازمندی وجود نداشته باشه. ما چمون شده؟ واقعا ما چمون شده؟ بعضی از ما مهربانی کردن جای خودش. چرا بی خود و بی جهت انقدر خشن، انقدر پرخاشگر؟ میری تو اداره از اطلاعات میپرسی ببخشید واحد بایگانی کجاست؟ میگه اگه سواد داری اون چش کورتو وا کن، اونجا رو دیوار نوشته. چرا اینقدر بعضی ها عصبانی هن؟ یعنی چه اتفاقی برامون افتاده؟ یعنی بعضی ها از صبح که پاشون رو از خونه میذارن بیرون باید به همدیگه بگن چخه؟ تا شب که برمیگردن خونه تو پیاده رو شونه هاشون اتفاقی خورده به هم، یه جوری همو میزنن که تو راکی 5 برای رسیدن به این کیفیت حداقل باید 25 برداشت میگرفتن. بعد جالب اینه که بقیه هم نمیان جدا کنن. مهندس وایساده تحلیل میکنه، میگه اون پیرن قرمزه زورش بیشتره، اما مشکیه چون فرستره شانس بیشتری داره. بعد دعوا اونجا تموم نمیشه که. شب پیرن قرمزه با خانواده داداشا میرن در خونه پیرن مشکیه. بابایه میگه بچه تو چرا زد به شونه بچه من؟ من واسه شونه بچه‌م کم زحمت نکشیدم. دوباره صداها میره بالا. 30-40 نفر با آرنج و زانو تو شکم همن. تا چند سال پیش این تلفن گویای 119 مهربونتر نبود به نظرتون؟ حتی تلفن 119 میگفت، یه جوری میگفت ساعت 13:18 آدم کیف میکرد. اصلا آدم هی میگفت کاش نشه مثلا 13:19 همینجوری بگی. اصلا نمیخواستیم بدونیم ساعت چنده، زنگ میزدیم 2 دقیقه زنگ میزدیم صدا خودتو بشنویم. الان اعصاب نداره، بگیرین ببینین. دوبار میگه تق. یا همین چیزه که تو آسانسورا میگه، یه جوری میگه طبقه دوم، شما مقصد طبقه 8 هم باشه، طبقه دوم پیاده میشی از ترس. بعد میگن لطفاً به یکدیگر لبخند بزنید، این مهمه.
این مهم. دوست داره آدم این کارو بکنه؟ یه عده هستن که فقط ادبیات مهربانی دارن. مثلا میخوان بگن که اون درو باز کن، میگه بلند شو فدات شم با اون قد رعنات، درو باز کن. بلند شو چشمم کف پات الهی قربونت برم که اینقدر قشنگ را میری درو وا میکنی. اینا در مهربانی از حوزه ادبیات فراتر نمیرن. یعنی مثلا اگه شما بهشون بگید پاشو درو باز کن، جواب میدن خودت باز کن فدات شم، نوکر پدرت که نیستم قربونت برم. یه عده دیگه هستن که مهربونیاشون رو فیلتر کردن. در مورد این افراد معمولا گفته میشه که چیزی تو دلشون نیست، فقط بلد نیستن محبتشون رو ابراز کنن. اینا اوج محبت و مهربانیشون اینه که شطرق میزنن پس گردن آدم و همزمان میگن پدست سوخته. یعنی اگر احیانا روزی با چنین موردی برخورد کردید، باید بگید خیلی ممنون، منم همینطور. من یه چیزی الان بگم، نه به خدا جدی بگم، حالا ما سریال ساختیم در حاشیه فلان فلان، اما من همیشه معتقدم و هستم و خواهم بود که شغل پزشکی یکی از شریفترین، مهمترین و با ارزشترین مشاغل جهانه، همینطور پرستاری. اگر پزشکان نبودن، اگر پرستارها نبودن، اگر اصلا زندگی ما چه شکلی میشد؟ اینه که تقریبا همه ما تجربه بیمارستان رفتن و مریض شدن و دکتر رفتن داریم. 99% پزشکان و پرستارانی که ما بهشون مراجعه کردیم در طول زندگیمون، در کمال مهربانی، وجدان و شرافت کارشون رو انجام دادن که ما الان اینجاییم و سالمیم. ما راجع به 1% شاید، 2% شاید از پزشکان یا پرستارانی حرف زدیم که حالا توی اون برنامه راجع بهش حرف زدیم، الان دیگه نمیخوام. یه دم هستن که شاید خودشون مهربون نباشن، اما تا دلتون بخواد تو گوشیشون استیکر مهربانی دارن. پی ام میدی سلام، یه قلب میاد انقدر. استیکر دیگه، مالیات که نداره که، بی خود و بی جهت تخته تخته قلب و کادو و موشک و افشفشه و اینا پی ام میکنه. بعد تو اتوبوس که میبینیش، روزنامه رو میگیره جلو صورتش که مبادا با یکی سلام علیک کنه یه وقت. یعنی اجتماعیش اونجوریه، شخصیش اینجوریه. دیگه حرف آخر و خداحافظی. مهربانی که موضوع برنامه ما بود، مهربانی اگر درک نشه، خسته شدین با هم حرف میزنین، مهربانی اگر درک نشه و اگه پاسخ داده نشه، یواش یواش رنگ و بوی خودش رو از دست میده. اگر یکی هست که دوستتون داره و بهتون محبت میکنه، دوستش داشته باشین و بهش محبت کنین. اون لوبیا پلو با سالاد شیرازی که با کلی تزیینات، وسواس، سلیقه برات روی میز چیده شده، فقط یه شام معمولی نیست. اون پر از عشق و پر از محبت. یکم نگاش کن، یکم ازش تعریف کن، یکم سپاسگزار باش و بعد آستینا رو بزن بالا تا گردن برو توش. هنوز از راه نرسیده چارچنگولی میریم توش، اولین جمله‌ای هم که میگیم، میگیم پیاز نداری باهاش بخور. یکم ببینش، یکم ببین چی پشتشه، یکم ببین چه حسی توشه و بگو. اما یه مدل مهربانی هم هست که هیچ وقت کم رنگ نمیشه.
تو هر چی که بیمهری کنی پدر و مادر باز مهربونن. حتی وقتی نگاهت میکنن و هیچی نمیگن، قوی ترین امواج محبت جهان رو به صورتت پرتاب میکن. مهربان ترین لحن هم لحن مادر و پدره. روی پیغامگیر تلفن وقتی میگه عزیزم زنگ زده بودم حال تو بپرسم، هرچی که تو بی‌معرفت باشی مادر و پدر کار خودشونو میکنن، حتی زمانی که دیگه نیستن مطمئن باش که وقتی از همه جا ناامید میشی دستشونو گذاشتن روی شونه هات. فقط پدر و مادرن که بی ادعا محبت میکنن، بی منتن و بی توقع مهربانی میکنن. و ما ناگهان به خودمون میاییم که ای وای چه گنجهای بزرگی رو از دست دادیم. اون وقت خدا خدا میکنیم که ای کاش صداشون رو از روی پیغامگیرمون پاک نکرده باشیم. خیلی ممنونم. ممنون که به ما انرژی دادید. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و سر حال باشید. شب بخیر و خداحافظ.